منحصر به فرد خود توان عملیاتی این نیروی قهرمان را ارائه کرد. بهسازی سامانه هدایت آتش ایگانهای زیر سطحی، تبدیل ناوچه های توفدار به ناوچه های موشکنداز و انجام تعمیرات زیرآبی زیردریایی ها و ساخت بیش از 10,000 قطعه حساس زیردریایی ها از دیگر اقدامات نیروی دریایی ارتش قهرمان ایران اسلامی است. امت سرفراز در جای جای کهن سرزمین ایران، رژه محمول یگانهای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشاهده می فرمایید. تمثال مبارک امام راحل عظیم الشان و مقام عظمای ولایت رو به زیبایی در حال حمل هست در سال 1389، سال همت مضاعف و کار مضاعف، و این هم شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل که شعار امت سرفراز ایران است. و اینجا هم نمادی از انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون که در مظلومیت قرآن در هفته های گذشته تجلی اسلام را، مظلومیت دین را و شکوه قرآن را نشان می دهد. امت سرفراز تانک رخش T-72، تانک اصلی میدان نبرد با قدرت بالای نفوذ گلوله های 125 میلیمتری، به خصوص گلوله های تنگستنی یعنی تیز شونده و نفوذ کننده در هر زره، و موشک های فوق العاده دقیق و با نفوذ بالا، قدرت زره و توانایی شلیک گلوله های ضد بالگرد های آپاچی با برد 10 کیلومتر، از افتخارات یگانها و تجهیزات محمول نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. تانک رخش به همراه زره واکنشی نسل یک، بهره گرفته از زره های نسل یک و زره های ردم برای جلوگیری از نفوذ انواع موشک های خرج گود و زره های نسل سه و انواع گلوله های کنتینگ تنگستنی است. تانک رخش پلگزار رو مشاهده می فرمایید که ساخت و تجهیز در داخل و توانایی نصب بزرگترین پلهای دو تکه برای عبور انواع دستگاه های زرهی و سنگین از رودخانه ها و کانال ها. توپ خودکششی 122 میلیمتری، نفربر جوشن دو، نفربر جوشن دو رو مشاهده می فرمایید. پیشرفت‌های کشور از برکات حماسه دفاع مقدس است. تانک حمایتی در اختیار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. امت سرفراز، بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی، نفربر زرهی ذوالجناح بسیار چابک با توپ 30 میلیمتری توانایی مقابله با انواع بالگردهای دشمن رو داره و با بهره‌گیری از موشک‌های بسیار دقیق و قدرت ضد زره یگان‌های زمینی رو افزایش خواهد داد. توپ 155 میلیمتری خودکششی، راکت انداز فجر 5، راکت انداز فجر 3، اینها گوشه هایی از اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در کوران دفاع مقدس به ویژه سالهای اول 59 و 60 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سلاح‌های سبک رو هم در اختیار نداشت در مظلومیت مطلق، اما امروز پر اقتدار نیروی زمینی سپاه که ستون فقرات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تعبیر فرماندهی معظم کل قواست، انواع و اقسام یگانهای رزمی، تفنگها و همچنین توپها، موشکها با در اختیار داشتنشان میتواند نظم و قدرت و اقتدار و شکوه جمهوری اسلامی ایران را به دید جهانیان برساند. یگان نمونه جنگ نوین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به تعبیر دیروز شیمیمره که در دفاع مقدس، در پالایش و در خنثی‌سازی بمب‌های شیمیایی بسیار نقش اساسی داشت. شهدا سرمشق عدالتند، شهدا مطیع محض ولایت بودند، و اینک ما پاسداران سبز پوش ولایت و جان بر کفان دیروز و امروز ایستاده‌ایم تا
آخرین قطره خون و جان ناقابل خیش را در کف دست نهادیم تا رؤیت جلوه جمیل مهدویت و ظهور آخرین منتقم خون حسین. شیلتر انتقال زلزال یک رو مشاهده می فرمایید و همراه جیب های در اختیار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. امت سرفراز، امت جاودانه ایران عزیز، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی موشکی زمین به زمین نیروی هوافضای سپاه پاسداران با در اختیار داشتن سامانه‌های موشکی سوخت جامد دوربرد سجیل با برد 2000 کیلومتر، سامانه موشکی سوخت مایع دوربرد قدر F با برد 2000 کیلومتر، همچنین سامانه‌های موشکی سوخت مایع در کلاس شهاب، سامانه‌های سوخت جامد در کلاس فاتح، اینها بخشی از اقتدار نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. امت سرفراز، موشک دوربرد سوخت جامد سجیل رو ملاحظه می‌فرمایید. در هر کجا پای گیرنده هاتون هستید و صدا و تصویر ما رو دارید، به این اقتدار همه با هم ندای الله اکبر سر می‌دهیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اینها بخشی از سامانه‌های موشکی دوربرد سوخت جامد سجیل در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. دلیرانی که آسمان ایران و هر نقطه دشمن را در مرز خطر قرار می‌دهند و از آسمان ایران دفاع می‌کنند. امت سرفراز، قابلیت اجرای عملیات علیه اهداف تا شعاع 2000 کیلومتر با انواع کلاهک‌های جنگی، انفجاری و ضربتی همراه با قابلیت توان تاکتیکی رادارگریزی سامانه‌ها در طول مسیر پروازی تا هدف را دارا می‌باشد. اینها سامانه موشکی قدر یکند از مقابل جایگاه رژه می روند. با برد 2000 کیلومتر سکوی پرتاب موشک قدر یک رو ملاحظه می فرمایید و شهاب 3، اقتدار سپاه پاسداران در سال همت مضاعف و کار مضاعف. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ای رهبر آزاده، آماده ایم، آماده. سامانه موشکی دوربرد شهاب 3، اقتدار اسلام، اقتدار قوای مسلح و شکوه جمهوری اسلامی ایران است. امت سرفراز ایران، به یاد بیاوریم مظلومیت بی سلاحی سالهای اول دفاع مقدس و امروز پر اقتدار دشمن توان نگاه چپ و نگاه بدبینانه به ایران و ایرانی را ندارد. ایرانی افتخار بنما، ایرانی افتخار بر شما، ایرانی درود بر شما. و ما ذوالفقار حیدریم و این موشک های شهاب 3 در اختیار نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سامانه موشکی میان برد شهاب 2 رو ملاحظه می فرمایید. با اقتدار، با شکوه، حماسه جاوید، شکوه شهیدان، پدران شهیدان، مادران شهیدان، ای داغداران 8 سال دفاع مقدس، از کنار حرم امام صدای ما را میشنوید. سامانه موشکی میان برد شهاب 2 و همه یگانهای در اختیار سپاه از برکت مجاهدت و شهادت فرزندان شماست. درود بر شهیدان، درود بر شما پدران و مادران و خاندان و فرزندان شهیدان. سامانه موشکی کوتاه برد زلزال، این طالب بدم المظلوم به کربلا، سامانه موشکی کوتاه برد زلزال و همچنین باز هم سامانه موشکی کوتاه برد زلزال در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. درود بر امت سرفراز ایران، سلام بر بینندگان عزیز. سامانه موشکی کوتاه برد فاتح 110 با برد 250 کیلومتر که سوخت جامد رو هم مصرف میکنه. سامانه موشکی کوتاه برد فاتح 110 رو خدمتون عرض کردم. اینها گوشه هایی از اقتدار و تجهیزات در اختیار سپاه و نیروی هوایی سپاه است. خامنه ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است. امت سرفراز،
سامانه موشکی کوتاه‌برد فاتح 110 که اخیراً در اختیار سپاه قرار گرفته، پر افتخار با تجهیز نیروی دریایی سپاه رزم می آفریند. سیستم تور M1 رو که در اختیار هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است مشاهده می فرمایید. فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه با مجهز شدن به سامانه‌های موشکی پدافند هوایی تور M1، سامانه موشکی پدافند هوایی سامشیش، سامانه موشکی پدافند هوایی بهینه شده صیاد 1، توپ‌های پدافندی 23 میلیمتری، 35 میلیمتری، 100 میلیمتری، تجهیزات دیدبانی بصری، موشک‌های دوشی پرتاب، میثاق 2، انواع رادارهای تاکتیکی برد متوسط و کوتاه، پوشش نقاط حساس و راهبردی، واگذاری به نیروی هوایی سپاه، این امنیت و این اقتدار را برقرار نموده‌ایم که با هوشیاری کامل آمادگی داریم تا هر گونه تجاوز هوایی دشمن را ناکام و هواپیماها و بالگردهای آنان را در هر مکان و ارتفاع سرنگون سازیم. سامانه موشکی پدافند هوایی سامشیش نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سامانه موشکی پدافند هوایی صیاد 1 نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو ملاحظه می‌فرمایید. حداکثر برد پدافند موشکی صیاد 1 34 کیلومتر با سرعت 750 متر بر ثانیه، رادار برد متوسط کاشف 2، اینها گوشه ای از اقتدار نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ما قاصد نوری و جهان پیماییم، ما قافل سالار ره فرداییم، هر روز ما سبو سبو برگیرند تا زود بخشکیم ولی دریاییم، تا زود بخشکیم ولی دریاییم. سلام بر سروهای سبز سالهای خون و پیام که تمام شب را با کولبار عشق و عشق و تراوت تا مرزهای سپید صبح و سربلندی بر دوش بردند. سلام بر کبوتران سپید مقاومت، آن فرشتگان زمین که تطهیر جاودانه آسمان بودند و عطر اشراق شقایق در چشمهای سرخ حماسیشان میزیست. باز هم یگان موشکی دوش پرداف میثاق 2 در اختیار نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بر دوش سروقامتان سبزندیش نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی پاسداران نیروی هوایی، به زیبایی و آراستگی می درخشد. هواپیماهای بدون سرنشین کرار رو ملاحظه می فرمایید که پرنده بدون سرنشین و جت بمب افکنی است که در اختیار نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ماموریت پرنده بدون سرنشین بمب افکن کرار رزمی و شناسایی، سقف پرواز 25,000 پا، سرعت حدود 900 کیلومتر در ساعت، یعنی با موتور جت و با اقتدار و قدرت پرنده بدون سرنشین شناسایی هدهد که در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.